تروسک صادقی روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. تروسک، واکنش گروه‌های شبه نظامی عراق به کشته شدن حسن نصرالله چیا بودن تا این ساعت؟ ببینید، یک شرایطی در عراق حاکم شده این که این گروه ها کاملا شفافه، یعنی به رسانه هاشون وقتی نگاه میکنیم، به شبکه های اجتماعی اونها نگاه میکنیم، در واقع اطمینان ندارن به شرایط موجود، نمیتونن تصمیم بگیرن و اینکه نمیدونن که اگر تصمیمی هم بگیرن چند ساعت بعد، یعنی در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. تا این لحظه شاهد سکوت اونها همزمان با سکوتی که حالا حزب الله لبنان در پیش گرفته در رابطه با گزارش‌هایی که حالا ما داریم می‌بینیم از سمت اسرائیل منتشر شده، این رو داریم می‌بینیم. منتها همچنان ما حداقل سه گروه رو داریم که این زبان تند و تیز خودشون رو حفظ کردن و دارن در بیانیه‌هایی که منتشر می‌کنند اشاره می‌کنن از آمادگی خودشون، از حمایت از حزب الله لبنان. برای مثال گروه النجبا که گفته که ما در یک سنگر هستیم با حزب الله لبنان، یا حزب الله عراق که همچنان تأکید داره روی اینکه نیروهاشون آماده هستن، از لحاظ لوجستیکی آماده هستند که برن در جبهه حزب الله لبنان باشن. این رو عملا البته ندیدیم، ولی خب این رو این ادعا رو مدام دارن تکرار میکنن. و کتایب سید الشهدا هم که اونها هم یک بیانیه دادن و گفتند که در هر صورت اونها حمایت میکنند و نیروهای خودشون رو در واقع فرستادند. اما حزب الله عراق کتایب سید الشهدا یک نکته دیگر رو اشاره کرده که تبدیل به یک نگرانی برای دولت عراق هم شده. گفتند که نیروهای آمریکایی در عراق و در منطقه در واقع در گروگان ما هستند، این یعنی اونا دارن هشدار میدن به آمریکایی ها که به شما حمله خواهیم کرد. همین باعث شده که طبق اطلاعاتی که به ما رسیده در واقع آمریکایی ها در عراق همسو با دولت و گزارش‌هایی که تایید شده هم با ارتش در بغداد و هم با نیروهای امنیتی در اقلیم کردستان تدابیر شدیدی رو اتخاذ کردند. یکی در سفارت آمریکا در بغداد و در منطقه سبز، چون نگرانی این وجود داره که هواداران گروه‌های شبه نظامی و مسلح تحت حمایت سپاه پاسداران در تمامی این ورودی‌ها رو بستند، احتمال تجمع وجود داره. اونها پیش بینی می‌کنند که احتمالاً اونها بخوان وارد منطقه سبز بشن. به هر حال این تجربه در عراق بسیار اتفاق افتاده. و از طرف دیگه در چند پایگاه اصلی، برای نمونه اشاره شده به عین الاسد و اربیل و حریر در اربیل، نیروهای امنیتی همسو با نیروهای داخلی در عراق تدابیر نیروهای آمریکایی تدابیر شدید امنیتی رو در پیش گرفتند. این از یک طرف. از طرف دیگه تهدیدهایی هم ما در داخل به هشدارهایی هم به دولت عراق داشتیم و همین باعث شده که وزارت خارجه عراق بیانیه بده و ابراز نگرانی بکنه اینکه اگر تنش‌ها گسترش پیدا بکنه احتمالاً به عراق ورود بکنه. بارها در این مورد صحبت کردن. اما تهدیدی که شده از جانب حزب الله عراق بوده. حزب الله عراق تهدید کرده دولت السودانی رو و شخص السودانی رو به طور مشخص که به هیچ عنوان در شرایطی که وجود داره هیچ گونه توافقنامه ای رو امضا نکنند. این در حالی که همین امروز دولت عراق به هر حال تایید کرد که توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی رو امضا کردند. این نشون میده که دولت عراق داره تلاش میکنه از در دیگه‌ای وارد بشه و این دریچه رو به اصطلاح از گروه‌های شبه نظامی ببنده که همیشه مسئله اونها، بهانه اونها این بوده که نیروهای آمریکایی در عراق مستقر هستن و از عراق خارج نمیشن. خب دولت عراق الان تایید کرده که در سال آینده نیروهای آمریکایی از عراق خارج میشن و این هم میتونه کمک بکنه به این که برای دولت عراق شرایط فعلی رو حفظ بکنه و اجازه نده که گروه‌های مسلح عراقی باعث بشن که درگیری‌ها به داخل کشیده بشه. اگه بخوایم یک قدم جلوتر بریم، با این صورت در صورت گسترش جنگ، دولت عراق چه نقشی داره؟ چطور میتونه واکنش نشون بده؟ کوتاه لطفاً. دولت عراق تنها در شرایط کنونی تنها کاری که میتونه بکنه اینه که استفاده بکنه از جریانهای شیعی، جریانهای سیاسی که خودشون مخالف وارد شدن به این درگیری ها هستن. چرا که ما این رو میدونیم، این تایید شده است که تمامی جریانها همسو با این سه جریان مسلح نیستن. خود این گروه های شیعی در چارچوب هماهنگی دارن تلاش میکنن که فشار بیارن به رهبران این سه گروه، نجبا، حزب الله و کتایب سید الشهدا، که فعلا هیچ اقدامی نکنند، چون در هر صورت نتیجه خوشایند این گروه ها نخواهد بود. تنها راهی که از دیدگاه ناظران و شخص من اینه که دولت عراق فقط میتونه استفاده بکنه، فشار بیاره به جناح های شیعی که در هر صورت پایگاه
مردمی بیشتری دارن، تأثیر بیشتری دارن که به همکاران خودشون، متحدان خودشون که گروه های مسلح هستن فشار بیارن و بهشون بگن که در حال حاضر شرایط به نفع اونها نخواهد بود و شرایط عراق پیچیده خواهد شد، در نتیجه اونها رو به نوعی سکوت وادار بکنن که همین الان هم به نوعی داریم این رو میبینیم. سپاس بسیار از توضیحات تروسکه صادقی، روزنامه‌نگار پاریس فرانسه.